بچه سلام، وقتتون بخیر. صدای من رو دارین؟ خیلی خوب. عرضم به حضور شما که استقلال هم که با پرسپولیس مساوی کرد. البته ما استقلال نیم، ولی خب. خب. بردین؟ کی برده؟ مساوی شد که نه جسایی خب داور نذاشت تمامی بله خب اگه اجازه است که ما شروع کنیم دیگه نیم ساعت از اون ور چیز شده رفته از این ورم که خب نگاه کنید امروز تقریبا 50 خورده تست از ها یکم کلی بخونیم ولش کنیم با اونا رفتن نگاه کنید چیز به شما بگم اونا رفتن صفحه نمیدونم مال مثلثات بعد از سعودی نزولی حالا سعودی نزولی بعد بهتون میگم جلسه قبل ترکیب تابع خیلی تابع گفتم حالا از تابع دیگه به هم میخوره 17 جلسه 18 جلسه تست آخر فقط تابع گفتم بعد ها الان نه حرف ماما رو نمیخوام بزنم حرف خودم میخوام بزنم حرف بابا رو میخوام بزنم عرضم به حضور شما که اونا رفتن عرضم بازیش رو کردن کلی هم پول گرفتن ما هم اینجا درگیر تست و فلان و اینا اینا رو ول کنیم بریم چیز بریم من نگاه نکردم من فقط همین آخر آیه سالی که گذاشته بودن اینجا یک چند دقیقه نگاه کردم من این زمانی هم عرضم بزرگ شما که فوتبالیست بودم اگه برید نگاه بکنید بله حالا شما آیه سالی میخندید ولی بعد حالا تا بچه ها بیان یکم خاطره هم تعریف کنن من لباس جرارد هم میپوشیدم حالا توی بزنین گوگل بزنم جرارد قیافش ببینیم ببین شبیه من هست یا نه کجا هست همین کلا اینجا این تنها که حسنی که کلاس آنلاین داره اینه که نه او پیکه است اوی که همسرشون شکیراست اون پیکه است او جرارد پیکه است اینه که من میگم استیون جرارده خب بزنم من بزنم جرارد فقط به خاطر اینکه جرارد چی زدم اینجا این چی شد کنم نزنم بهتره اینجا خب نکن استیون جرارد این موقع که من بچه بودم این رو پوشیدم لباسه این رو پوشیدم حالا بعد خودتون بهم بزنید شبیه هست یا نیست یکم شبیه هست خب بله خودش هم اون موقعی که من چیز بودم این پیرنش رو قشنگ دارم یعنی الان اینو بعد اگه پیدا کنم این پیرنش رو من دارم همین رو میپوشم و اینو اون موقع اینو نگاه میکرد یعنی اینو میپوشیدم میرفتم فوتبال بله خیلی حالا که عرضم بزرگ شما که بریم قسمت مثلثات حالا استیون جرارد میخواد بره مثلثات کار کنه بریم یا الفاظ خب بریم عرضم بزرگ شما که بریم اولین سوال حالا انشالله امروز ما هم این هفته ما مثلثات کار میکنیم هم هفته بعد این هفته حالت کلی تر از کتاب جلد 2 بعد هفته بعدم یک کارگاه صفحش یادم نیست خواهم احمدی بعد از چیز میشه دیگه بعد از سعودی نزولی تا الان من همه کتاب رو حل کردم فقط یه فصل چیز مونده لوگاریتم نمایی مونده که حل نکردم و یک سعودی نزولی که بعد حل میکنم بریم سراغ مثلثات تا اینجا ما الان توی این جلسه میخوام کل اینا رو حل بکنیم انشاءالله تا ساعت 8 تا 9 تا هر موقعی طول کشید حالا اکثرش رو حل بکنیم بعد هفته بعد باز یه کارگاه تور میذارم مثلا اون جایی که مهمتره خب نگاه کنین اولین سوال گفته که اگر آلفا زاویه دایره در دایره مثلثاتی باشه کوتانژانت آلفا بشه این بعد کوسینوس آلفا هم بشه این رابطه بین این و این کدومه خب نگاه کنین لازم نیست فکر بکنید اولین چیزی که من به شما یاد دادم اینه که توی وقتی یک نسبت مثلثاتی رو داشتیم نگاه کنین یک نسبت مثلثاتی رو وقتی داشتیم می‌خواستیم نسبت مثلثاتی دیگر رو به دست بیاریم می‌رفتیم از مثلث استفاده می‌کردیم الان من اینجا نگاه کن میام برای این
و یک کوسینوس ها فرق نمی کنه، شما به کوتانژانت میخواییم بنویسین، مثلث رو درست میکنم. اگه من بیام این کار رو بکنم چه اتفاقی میفته؟ تعریف کوسینوس چی میشه؟ میشه مجاور، نکن که اینجا مجاور میشه یک روی، یعنی رادیکال یک منهای ام دو، وترش هم میشه یک. نکن من به این مخرج یک میدم، کوسینوس آلفا میشه مجاور به وتر. خب اگر از فیثاغورس، اینم که حتما قائم الزاویه است، اگر از فیثاغورس استفاده بکنیم بچه این میشه رادیکال ام دو. حالا تو میتونی بگی ام، حالا چون اینجا ام مثبت منفیش معلوم نیست فعلا من میزنم رادیکال ام دو. اکو داره؟ به همه بچه ها اکو داره یا نه؟ خام محروف ها محروف. این در ادامه در واقع حسابان با ریاضی تجربی خیلی تفاوتشون کمه، یعنی در حد فقط مثلا تو مثلثات یه قسمتایی، توی حد یه قسمتی، اونا رو بعد جدا درس میدم برای شما، یعنی این خودش همون حسابان هم هست. خب حالا اینجا دقت بکنید بچه ها، من اینجا الان اینجا میام با توجه به این مثلثی که الان همه از لایش رو دارم، حالا کوتانژانت رو از این مینویسم. کوتانژانت اینو اگه بنویسم، کوتانژانت آلفا میشه مجاور به مقابل، میشه رادیکال یک منهای ام دو روی رادیکال ام دو، که نکن این کوتانژانتی که من از اینجا به دست آوردم باید با این برابر باشه. خب اینا رو من برابر قرار میدم، اگر اینا رو ما هم برابر قرار بدیم چه اتفاقی میفته؟ اینجا دقت بکنید، میشه رادیکال یک منهای ام دو روی رادیکال ام دو مساوی با یه سوال خاصه ها، ام روی ان منهای یک. یعنی معادله چی شد؟ یک معادله گنگ شد. حالا طرفین رو به توان دو برسونم بعد در هم ضرب بکنم، این میشه یک منهای ام دو مساوی با ام دو در ام انوم منهای یک، که اگر این رو من الان ضرب بکنم، فقط بینم اشتباهی نکنم جایی، چی میشه بچه اینجا؟ درسته دیگه، اگر اینو در ضرب بکنم یک منهای ام دو مساوی میشه با ام سه انوم منهای ام دو، که نکن اینجا منهای ام دو با این منهای ام دو خط میخوره، ان مساوی با ام سه میشه، میشه گزینه سه. خب آیه پورآذری نکنید، تنها کاری که توی مثلث من حتما بچه هایی که مثلثات رو اگه دانش آموز خودم نیستید میتون... اونایی که با خودم بودن که هیچ، اینا الان باید اینا رو دیده باشن، اونایی که دانش آموز خودم نیستن الان توی این کلاس هستن حتما اون فیلم ها رو از مؤسسه بگیرند و اینا رو کار بکنن. اینا هم که تست بزنیم حتما مسلط میشین. من تو این دو هفته میخوام فقط تست بزنیم که مسلط بشین. خب ببین این که این تازه سوال خیلی سختی بوده، حالا من اگه پاسخ تشریحی اینو من به شما نشون میدم میگه که راه عجیب غریبی رفته. کدوم فیلم هست شما اینا رو توی خود حالا توی چیز به من پیام بدین راهنمایی میکنم چجوری تهیهش بکنید. خب نگاه کنید بچه‌ها، پس اینجا من الان اومدم اینجا گفته کوتانژانت آلفا اینه، این گفته کوسینوس آلفا اینه، من از این کوسینوس اومدم دوباره کوتانژانت رو به دست آوردم، این کوتانژانتی که از این مسیر به دست آوردم با کوتانژانتی که از اون خود صورت سوال داده باید یکی باشه، برابر هم قرار میدم، یه معادله رادیکالی میشه و با هم توان دو رسوندیم و رابطه بین ام و ان رو به دست آوردیم. خیلی خوب، حالا اینجا اتمام شد، عددم بذارید ولی خب بازم خیلی فرقی نمیکرد. بریم سراغ بعدی. آقا اینجا اولین چیزی که من میبینم یه رابطه معروفه. من به این چی میگفتم؟ بهتون گفتم توی زمان تدریس بهتون گفتم زمانی که یک روی یک به علاوه کوتانژانت دو میبینید باید برید از رابطه دشمنش استفاده بکنید. دشمن این چیه؟ سینوس دو، یعنی سینوس به توان دوی تتا منهای سینوس به توان چار تتا به علاوه یک کوسینوس به توان چار تتا. خب الان اینجا رو دقت بکنید، نکنید این رو باید حفظ باشید، اونایی که حفظ نیستن باید حفظ بکنن. ببین این برابر با این میشه.
حالا اینجا از چی میتونن فاکتور بگیرن؟ نکن اینجا مشخصه، از یه سینوس تو میتونن فاکتور بگیرن. بچه ها حتما اینا رو بلد باشین، چون در حد هم اینا چی میشه؟ استفاده میشه. خب الان اینجا دقت بکنید، این یک منهای سینوس تو حالا میشه چی؟ میشه کوسینوس تو. این میشه کوسینوس به توان دو. پس کلا الان من چی دارم؟ از اینجا میام اینجا، یه سینوس تو به علاوه کوسینوس به توان 4. خب حالا از یه کوسینوس تو میتونم فاکتور بگیرم. نکن الان تو هر دوتاشون من کوسینوس تو دارم، اینجا کوسینوس تو، اینجا کوسینوس تو، از یه کوسینوس 4 از یه کوسینوس تو فاکتور بگیرم، یه چیز خیلی خوشگلی میشه. نکن اینجا، اینجا از یه کوسینوس تو فاکتور بگیرم، کوسینوس به توان 2 تتا میشه سینوس به توان 2 تتا به علاوه کوسینوس به توان 2 تتا. خب سینوس تو برای کوسینوس تو میشه 1. پس کلن این معادل میشه با کوسینوس به توان 2 تتا. یعنی اون چیزی که الان اینجا میخواد از ما کل این رابطه، یعنی کل تا اینجا شو بچه‌ها اگه میخواین اسکرین بگیرین، نکن کل این که الان من سبز میکنم، کل این شده کوسینوس به توان 2 تتا. حالا گفته آ تانژانت رو داریم، کوسینوس رو میخوایم. من این رو پاک بکنم بچه، اینو اگه این تا اینجا سوال ندارین، اگه سوال دارین بگین. که خب حالا دقت بکنید، من اینجا رو پاک کنم چون جا ندارم. حالا دقت کن آقا، من چی رو میخوام؟ کوسینوس به توان 2. چی رو سوال به من داده؟ تانژانت. یه زمان بهتون قبلا هم گفتم وقتی که میخوای، یعنی یک نسبت مثلثاتی رو داری بقیه رو میخوای به دست بیاری، بر بالهای مثلث قائم الزاویه سوار شو. مرگ. بر بالهای مثلث قائم الزاویه سوار شو و نسبت‌های مثلثاتی دیگر رو به دست بیار. گفته تانژانت آلفا چنده؟ آی. تانژانت تعریفش چیه؟ مقابل به مجاور. پس مقابل یک، مجاور چنده؟ یک. از فیثاغورس این میشه میشه رادیکال آدو به علاوه یک. حالا کوسینوس تتا چی میشه؟ مجاور به وتر. حالا این کوسینوس به توان 2 رو خواسته به توان 2 رسونه، میشه گزینه 3. به همین راحتی حل شد. پس نگاه کنید اینا رو یاد داشته باشین، چون بعد میریم توی عرضم بزرگ شما حد، تو حد هم این خیلی به کارمون میاد. خیلی خوب، بریم سوال بعدی. سوال بعدی میگه آقا یک منهای کوسینوس آلفا شده 5/3، بعد تانژانت زد. این که دیگه بچه بازی، آنگاه آلفا در کدام کمانه دایره؟ خب اگه ما کوسینوس اون یک رو بریم و کوسینوس آلفا میشه چند؟ میشه منهای 2/3. حالا میگه ناحیه رو پیدا کن که کوسینوس اونجا منفیه، کوسینوس منفیه، ضرب تانژانت داره کوتانژانت میشه مثبت. الان اینجا مگه کوسینوس رو نگفتیم منفی؟ میگیم چرا؟ پس تانژانت باید چی باشه؟ مثبت. ببخشید این تانژانت هم باید منفی باشه. تانژانت حالا میگه پس در کل ناحیه رو باید پیدا کنیم که هم تانژانت توش منفیه، هم کوسینوس منفیه. ناحیه دومه که هم کوسینوس منفیه هم تانژانت منفیه. اینم که خیلی ساده. بریم بعدی. سوال بعدی بزن یکم بدقلق بد برمیگه. حتی بزن حلش بکنیم. نگاه کنید بچه‌ها یه زمانی هست مثل این، یعنی سوالی هست الان گفته سینوس. حالا من یه دونه سوال دیگه هم مثل این داریم. گفته سینوس 37، اینو آره این رو مخه، سینوس 37 6/10 انگار سینوس 16 رو میخواد. آقا وقتی همچین چیزایی به شما میده، وقتی ببینید من به شما قبلا هم گفتم یا زاویه هایی که میده معروفن یا اینجوری معروف نیستن، هم اینجوری یه چیزای عجیب غریبی هن. آقا نه، یا بیا متمم یا بیا مکمل یا دو آلفا، از این سه تا باید استفاده کنی. ببین از این من به تو قول میدم از این سه تا استفاده کنی تمام این سوالایی که اینجوری حل میشن. متمم مکمل دو برابر، متمم مکمل دو برابر. خب هیچ کدوم نبونی، الان بهت میگم که هست یا نه. خب اگر دقت بکنی، مثلا الان اگه من بیام و 37 رو ضرب در 2 بکنم چه اتفاقی میفته؟ میخوام اینم دو برابر شه، ضرب در 2. حتی این باید کار بکنید دا. اینا زاویه تقریبا معروفی هستن. خب 37 رو ضرب در 2 بکنم میشه چند؟ 74. درسته؟
حتی دو برابر بکنیم شاید نشه. بیایم سینوس 16، متمم سینوس 16 چند میشه؟ آره بله، متمم سینوس 16 میشه چی؟ کوسینوس 74. دقت کردی؟ آفرین. حالا همین کار انجام بدید. حالا سینوس 37 رو ضرب در 2 بکنید. اول که الان اینجا نکن تموم شد. این اصلا دیگه 16 رو فراموش کن. من از متمم استفاده کردم. نه این کار انجام بدی و در میاد رابطه. ببین سینوس 16 معادل میشه با کوسینوس 74. من الان کوسینوس 74 رو میخوام. این دیگه اصلا اون بالا کاری نداشته باش. به سینوس 16 کن. من کوسینوس 74 رو میخوام. آقا میخوام از سینوس 37 برسم به کوسینوس 74. حالا با چه چیزی این کار رو میتونم انجام بدم؟ بر بال چی بشنم آقای سالی؟ بر بال روابط دو آلفا. روابط دو آلفا آقا برای کوسینوس یادتون هست؟ گفتم چه رابطه ای هست که یه زاویه رو به دو برابر اون تبدیل میکنه؟ زاویه کوسینوس دو آلفا. کوسینوس دو آلفا دو تا رابطه داشت، سه تا رابطه داشت، دو تاش این کار رو انجام میداد. اینجا چون ما سینوس داریم بعد از این رابطهش استفاده کنیم. یک منهای دو تا سینوس به توان دوی آلفا. خب حالا اینجا دقت بکن، صدا بچه میگن خیلی بده. به همه بچه صدا خیلی بده یا نه؟ بچه که میگن خوبه. خب حالا نکن من اینجا به جای اینجا الان پس دقت بکن، الان من 37 دارم، دو برابرش میشه 74. پس کوسینوس 74 میشه 1 منهای 2 تا سینوس به توان 2 37. خب حالا تموم شد دیگه. سینوس الان سینوس عرضم حضور شما 37 میشه 6 دهم به توان 2 36 صدم، ضرب در 2 میکنی ازش یکی کم میکنی میشه 28 صدم. پس نگاه کنید سوال به ظاهر ساده بود، یعنی اصلا چیز خاصی نداره، یه 6 تا سینوس 37 تا 16 خود. ولی خب این که از چه چیزای ولی کلی رابطه ازش استفاده کردیم. این زمانی که من به شما گفتم متمم ها رو استفاده کنید، مکمل ها رو یاد بگیرید، روابط دو آلفا. بچه روابط دو آلفا خیلی مهمن، هر سال ما از اینا تو کنکورس تست میتونه بیاره. از اینا توی کنکور، از اینا توی خود مثلثات داریم، انشالله یکی دو هفته دیگه میریم توی حد داریم. پس اینها رو به دقت یاد بگیرید. این سوال 4. به این سوال 5 نمودار مثلثاتی. آقا نمودار مثلث اگه اصلا مثلثات هیچی حالیت نیست، نمودار مثلثاتی رو یاد بگیر. اگه هیچی از اصلا آقا ریاضی اصلا تو ریاضی مشکل داری کلا فرض کنید، ولی اینو یاد بگیر. نمودار مثلثاتی هر سال یک دونه سوال میاد و امسال دوتا اومد، دوتاش هم گلابی بود. الان این سوال رو دقت بکنید. خب میگه آقا در اینو من نکات این رو دیگه اینجا من نمیگم، توی بچه‌ای که با من نداشتن که آقا با آقای صالحی یا با خود تیم کلاس بی کلاس هماهنگ کنن این مجموعه مثلثات رو بگیرن، اگه هم با من بودید که دیگه باید بدونید. خب نمودار آقا استاندارد یا غیر استاندارد؟ اول اینو من بگید سریع، هم بگن استاندارد یا غیر استاندارد. استاندارد این کوسینوسه آقا پورازه، این کوسینوسه استاندارد. نکن کوسینوس این بالا که قله داشتیم میشد استاندارد، این اسه، این اس نیست. خب وقتی استاندارد بود آقا توی کوسینوس چه چیزی میتونست غیر استاندارد کنه؟ فقط ضریب کوسینوس بود که میتونست غیر استاندارد کنه. اینجا چون استاندارده پس بی بزرگتر از صفره. من همین الان فهمیدم که بی بزرگتر از صفره، این از این قسمت. خب حالا اینا ما ضریب دور تناوب مجهول نیست. اینجا نکن سه ایکس اینجا اصلا مجهول نداره. اوکی خب پس ما اون کاری نداریم. میام اینجا بچه هم به من بگید ماکسیموم چیه؟ ماکسیموم الان اینجا چاره، یعنی آ به علاوه قدر مطلق بی میشه 4. اینجا مینیمم آ منهای قدر مطلق بی میشه 0. چون بی بزرگتر از صفره، اینجا به دست آوردیم بی بزرگتر از صفره، پس ما میتونیم قدر مطلق رو حذف کنیم. قدر مطلق حذف میکنیم و اینجا با هم جمع میکنیم. دو آ ای بابا میشه نیم سالی
آی صالحی دستم به دامنت. باش. اوکی. اینجا دو آ میشه چهار، آ میشه دو. بعد بی میشه چند؟ بی هم میشه دو. دو دو تا چهار تا رادیکال چهار میشه دو. خیلی راحت. پس دقت بکنید اینجا یکی از سوالایی که حتما خواهد اومد توی کنکور همین قسمتی هست از نمودارهای مثلثاتی که اینو میدن و میگن که یه ضریبی رو پیدا بکن. خب اوکی بچه، کسی سوال نداره؟ خب بریم قسمت دیگه. تا این نمیدونم دیگه کی تمام میشه، هم انشالله تمام شد. خب بریم سوال بعدی. گفته یه سوال سخت و عجیب غریبی نیست، این سوال ساده یه. میگه آقا نمودار سینوس در بازه 0 تا 2 پی رسم شده است. مثلا نگاه کن من اینجا رسمش بچه کدوم گزینه میشه الان؟ اونایی که حالا قبلا نگاه کردن یا الان باز چیز هستن، کدوم گزینه میشه؟ این تا این قسمت، این تا این قسمت، باز از این ور، از این. اینا که من تو دورهای متناوب مختلف دارم رسمش میکنه. خب نگاه کن اینا، بهتون قبلا هم گفتم کوسینوس دو پی دو پی، اینجا نگاه کن صفر دو پی چهار پی، بعد اینجا منهای دو پی، اینجا منهای چهار پی. خب حالا نکن اصلا اگر دقت بکنی تو همین چیز اول در اومد که گزینه، نکن گفته توی صفر تا دو پی که نکن یک دوره تناوبه، این دیگه کجا باز داره تکرار میشه؟ تو کدوم بازه دیگه داره تکرار میشه؟ اگه دقت بکنی منهای چهار پی تا منهای دو پی باز دوباره داره تکرار میشه، میشه گزینه دو. خیلی راحت. خب سه پی تا پنج پی دیگه نه، نکن در کل بعد اینجوری باشه. نکن یه حالا این نکته که نمیخواد حفظ بکنید ولی خب یادتون باشه اگر دقت بکنید، نکن دوره تناوباش اصلا کلا نمودار سینوس، نکن تو حالت دو کاپی، شروع دوره تناوب دو کاپیه، انتهاش چیه؟ دو کاپ به علاوه دو پی، بعد به این شکل باشه. حالا این فرمولش خیلی مهم نیست. بچه گزینه 4 نشد از منفی، خب از منفی پی دوم که از منفی تا اینجا که دیگه نمیشه که، الان اینجا داره تکرار میشه نه دیگه. گفته نه دقت بکن. ها اشاره دیم اوکی. خب بریم بعدی. آقا سراغ سوال بعدی. آقا این سوالی که میگم قبلا هم بهتون گفتم، گفتم هر جا تانجانت به علاوه کوتانجانت شد، این فرمولش رو بهتون گفتم، تانجانت به علاوه کوتانجانت میشه، نکن اینو یاد باشه، تانجانت آلفا به علاوه کوتانجانت آلفا میشه یک روی سینوس آلفا کوسینوس آلفا. حالا بچه اینجا نکن ما جمع داریم، ببین جمع دو تا عبارت سینوس کوسینوس رو داریم، ضربش رو میخواییم. از یک چیزی به شما گفتودم از اس به پی رسیدن. حالا نیا کن برای اینکه راحت تر و سریع تر دیگه از این به بعد از اس به پی رسیدن رو استفاده کنیم، این فرمول رو یادتون باشه، یک مثبت منفی دو پی مساوی با اس دو، یک مثبت منفی دو پی مساوی با اس دو. حالا این چیه بچه؟ این مثبتش که استفاده میشه، منفیش که استفاده میشه. منفیش زمانی استفاده میشه که این وسط منفی باشه. الان اینجا که دورش دارم آبی میکشم، اینجا چون وسطش مثبته پس اینجا این وسط بعد مثبته رو انتخاب بکنن. خب حالا اعدادش رو جایگزین میکنن، نگاه کن من اینجا پی ضرب اون دوتا رو میخوام، ببین جمعشون رو دارم ضربشون رو میخوام. خب نگاه پس اینجا من پی رو میخوام، یک به علاوه بین اونن چون جمع این وسط جمع به علاوه دو پی مساوی با اس دو، مگه اس یک پنجم نیست؟ به توان دو میشه یک بیست و پنجم. از اینجا پی به دست میاد، من به اینکه وقت اون نره، پی به دست میاد منفی دوازده بیست و پنجم. حالا این چیش رو میخواد؟ معکوسش رو میخواد، میشه منفی دوازده، منفی بیست و پنج دوازده. خیلی سریع حل کن اینو. پس از من یادتون باشه بچه ها، زمانی که این هم یک رابطه ای که حالا میتونید ازش استفاده کنید، یک منهای دو پی مساوی با اس دو. یعنی چی؟ یعنی زمانی که شما جمع سینوس کوسینوس رو داشته باشین،
میتونین از این رابطه ضربش رو به دست بیارین، یا اگر ضربش رو داشتین میتونین چیشو به دست بیارین؟ میتونین جمعش رو به دست بیارین. خیلی استفاده میشه این، خیلی است. اصلا یکی از سوالایی که ببین بچه ها اگه اینا رو حفظ نباشین، یعنی الان اگه تانژانت علاوه کوتانژانت رو حفظ نباشین خیلی طول میکشه اینو که اثبات کنید. اگر این رو بلد نباشید خیلی طول میکشه. من هر چیز رو نمیگم استفاده کنید. بچه ها نکنید، ما انواع باز دیدگاه در واقع یادگیری داریم. یه سری ها فقط میان فرمول میگن، یک سری ها فقط میان تشریحی میگن، ولی شما باید اینا رو همه رو مسلط بلد باشی، باید بدونی آقا چه چیز رو بخونی چه چیز رو نخونی. هر چیزی رو که من میگم باید اینو یاد داشته باشین. این رو به ضرس قاطع میگم که اینها به شما خیلی کمک میکنه توی سرعتتون. خیلی خب، مثلثات رو یاد بگیرید. ما انشالله فصل بعدمون که در واقع حد هست داخلش خیلی از اینا رو میبینید. خب اینو هم از این قسمت. از این فرمول امروز چند بار استفاده میکنیم دیگه راه حلش رو متوجه میشید. این سوال خیلی گلابی، یعنی اصلا دیگه خیلی مشخصه، این اصلا سینوس سپی دوم بر. اصلا واقعا لازم نیست خیلی چیز سختی بخونید، راحت میشه گزینه یک. چرا میشه گزینه سینوس سپی دوم؟ گفتم سپی دوم جنس رو عوض میکنه، سپی دوم بر ایکس میشه ناحیه چهارم، این میشه منفی کوسینوس ایکس. حالا کدوم یکی از گزینه‌ها منفی کوسینوس ایکس میشه؟ میشه همین گزینه یک. اگه اون سپی رو نکن، سپی کجاست؟ سپی این قسمت منهای ایکس میفته ناحیه دوم، کوسینوس سپی میبینه جنس عوض نمیشه، این هم میشه منفی کوسینوس ایکس. حالا برای اینکه مسلط بشین این قسمت رو، بقیه اینا رو با هم به دست میاریم، این میشه منفی کوسینوس ایکس. حالا این چی میشه؟ 9 پی به علاوه ایکس بچه‌ها میشه ناحیه سوم، سینوس ناحیه سوم منفیه، بعد سینوس چون ضریب پی میره جنس عوض نمیشه، میشه منفی سینوس ایکس. گزینه بعد چه؟ گزینه 4 نشد، الان میگم. سینوس پی دوم به علاوه ایکس میشه کوسینوس ایکس، نه مثبت کوسینوس ایکس، نه پی دوم به علاوه ایکس میشه تو ناحیه دوم و سینوس در ناحیه دوم مثبت. خب گزینه 4، گزینه 4 5 پی 4 بالا یا پایین بچه‌ها؟ الان نکن کوسینوس 5 پی دوم منهای ایکس، اینجا این چون کوسینوس پی دوم اینه جنس عوض میشه، میشه سینوس ایکس. این که اصلا با این برابر نیست، ولی خب میخوام ببینم که میشه بالا یا پایین. من بهتون گفتم برای اینکه ضریب فرد پی دوم رو مشخص بکنید 5 رو بر دو برابر مخرج تقسیم کنید، یه چهار تا چهار تا با مانده یک، که میشه پی دوم، یعنی بالای پی دوم منهای ایکس میشه ناحیه اول و در ناحیه اول کوسینوس مثبت، پس این میشه مثبت سینوس ایکس. این هم از این قسمت. خب بریم سراغ سوال بعدی. اوکی بچه‌ها این مشکل نیست؟ خب بریم سراغ بعدی. میگه آقا در شکل زیر نمودار تابع فلان توسط خطی با شیب M مساوی با 4 پیوم در دو نقطه قطع شده. ببین به ظاهر سوال سختی و در باطن واقعا چیزی نداره. اولین کاری که شما باید بکنید اینه که اینجا بچه ها چون دو تا مجهول دارید، یه A مجهول دارید یک B، بعد A و B رو به دست بیارید. من برای اینکه A و B رو به دست بیارم باید بیام از ماکسیموم مینیمم استفاده کنم. اینجا من ماکسیموم رو دارم، ماکسیموم 3، ولی مینیمم رو ندادم، مینیمم گفته آلفای، مقدارش رو نگفته چنده. بعد من بیام چیکار کنم؟ بعد بیام ماکسیموم و مینیمم رو به دست بیاریم. خب اول میام معادله این خط رو می‌نویسم. من اگه بیام و معادله این خط رو بنویسم بچه‌ها دقت بکنید، اینجا میشه ایگرگ منهای نه، من برای اینکه معادله خط رو بنویسم به شیب نیاز دارم و یک نقطه از اون، نه این نقطه رو دارم، ایگرگ منهای ایگرگ 0، پس اینجا میشه ایگرگ منهای 3 مساوی با 4 پیوم در ایکس منهای ایکس صفرش که اینجا چنده؟ 5 پی دوم. من نوشتم. خب حالا نگاه کن، من میخوام ببینم در نقطه 3 پی دوم، در این نقطه 3 پی دوم میخوام ببینم مقدار این وای چنده. خیلی خب به ایکس میدم 3 پی دوم. نگاه کن، ایگرگ منهای 3 مساوی با 4 پیوم در ایکس که میشه 3 پی دوم منهای 5 پی دوم. اینو اگه ساده بکنید که خیلی هم مشخصه، وای میشه چند؟ وای میشه منفی 1. تمام شد رفت.
وای میشه منفیه. یعنی الان اینجا این ارتفاع اینجا من چنده؟ منفی یکه. اینجا منفی یک. این از این. خب حالا دقت بکنید، من برای اینکه آبی رو به دست بیارم ماکسیموم چنده بچه ها؟ اول اینکه من بگید نمودار استاندارد یا غیر استاندارد. چون در این ابتدا سعودیه پس نمودار استاندارده. وقتی نمودار استاندارد میشد توی سینوس، توی سینوس وقتی استاندارد میشد ضریب x، ضریب توی سینوس ضریب x با این ضریب پشتش هم علامت میشد. الان این ضریب داخل x چون مثبته پس آ هم باید مثبت باشه. الان ما از این فهمیدیم آ چیه؟ مثبته. آ مثبت. حالا من رابطه ماکسیمومی رو می‌نویسم، میگم نگاه اون خط تقارن یعنی b به علاوه قدر مطلق آ مساوی با 3 میشه، بی منهای قدر مطلق آ مساوی با منهای 1 میشه. و چون آ مثبته اینجا دیگه قدر مطلق معنایی نداره، پس میشه بی به علاوه آ مساوی با 3، بی منهای آ هم مساوی با منهای 1. اینجا با هم جمع بکنیم 2 بی مساوی با 2، بی میشه 1. حالا اینجا از ما چی رو خواسته؟ هم آ رو خواسته هم بی رو. بی میشه 1، آ هم میشه چند؟ 2. از ما دوتایی آبی رو خواسته، میشه 2 و 1، میشه گزینه 3. سوال نکن ترکیبی داده دیگه. اینا چیزایی که واقعا تو کنکور میتونه بیاد. این خیلی راحت شما اومده الان چیز عجیب غریبی از شما نخواسته، معادل خطی که باید بلد باشید بنویسید، بعد اومدین اینو به دست آوردین، ماکسیموم اینو نوشتین، از نمودار استاندارد. اینا کلا تو بحث نمودارها چیز عجیب غریبی نمیتونن بدن. همیناست. یعنی همینا رو اگه بلد باشید دیگه خیلی از مسائلتون حل میشه. خب بریم سراغ سوال بعد. سوالی هست از این قسمت؟ خیلی. سوال بعد که گلابیه. این که اصلا خودتون بعد بزنید سوال مال ابتداییه. بریم سراغ اینجا. الان نکن باز دوباره اینو داریم. عرضم به حضور شما که این سوال مثل مثال هفته. ببین فقط اینجا از اون فرموله میخوام، باز من اینو الان بلدم، میشه تانژانتون میشه 1 روی نکن خیلی سریع سینوس آلفا کوسینوس آلفا. حالا میخوام نکن از جمع این دوتا به این برسم. خب اینجا چون وسط منفیه بعد از اون رابطه منفیش استفاده کنم، 1 منهای 2 پی مساوی با اس 2، 1 منهای 2 پی مساوی با اس 2. خب الان من پی رو میخوام، اونجا چی داده؟ اس رو داده، اس داده 1/3، یعنی جمعشون رو داده 1/3، تمام شد. 1 منهای 2 پی مساوی با 1/9. از اینجا پی به دست میاد، این پیه، منظور از اس و پی این اس، این پیه، تمام شد. اون اس اون به جای اس گذاشتم 1/3، پی به دست میاد، هر چی به دست اومد وارونش میکنم گزینش میشه. کدوم گزینه میشه این بچه‌ها؟ کدوم گزینه میشه؟ اما از چی نوشتی؟ خب خام مرسده فکر کنم سوال داره. گزینه 3؟ خب از همون گزینه 3 میشه ایشالله. خب فکر کنم تایپ کرد. خب این پس نکن این رو یاد بگیر بچه ها. پس زمانی که ببین منظورتون منظور منو از جمع و ضرب بفهمید بچه ها. اینجا میاد میگه اینو من یه بار دیگه میگم، سینوس تتا یا به علاوه یا منهای کوسینوس تتا، من میگم این رو اس، ببین میگم اس، حالا چه جمعشو بخواد، پی میشه ضرب اینها، ضرب در کوسینوس تتا. از این رابطه این ببین میگم پی، از این رابطه میتونی اینا رو چیکار کنی به هم ربط بدی، چون اینجا 1 روی پی رو خواسته دیگه، 1 روی پی. فکر نکنم اشتباه باشه. حالا برید بعد خودتون چیز سختی نداره بعد نگاه بکنید. خب سوال 12، سوال 12 خیلی گلابیه. یعنی آقا اینجا باید یاد داشته باشین که کوسینوس یعنی اصلا هیچی نداره، کوسینوس منفی خوره پس اون منفی هیچ تأثیر نداره. بعد نگاه کنم چون 5 1 کمتر از 6 میشه ناحیه دوم، یعنی ناحیه دوم میشه. پس بعد در ناحیه دوم کوسینوس منفیه پس گزینه 2 و 4 خط میخوره.
بعد اینجا چون شیشه خانواده پی شیشم ها و کوسینوس پی شیشم میشه رادیکال سه دوم، پس میشه منفی رادیکال سه دوم. اینا رو باید چیکار کنید؟ بلد باشید. خب به سوال 13. سوال 13 چیه بچه ها؟ نگاه کن اینجا گفته ضرب سینوس در کوسینوس میشه منفی آ دایره مثلثاتی. ضرباشون حساب کنیم، در ناحیه اول هر دو تا مثبتن پس ضربشون میشه مثبت، در ناحیه دوم سینوس سینوس مثبت کوسینوس منفی ضربشون میشه منفی، در گزینه 4 هم میشه منفی، در گزینه 3 میشه مثبت. آقا برای اینکه کمتر از 0 باشه یا باید در ناحیه ضربشون کمتر از یا باید در ناحیه دوم باشه، ناحیه 4م که میشه گزینه 2. به همین راحتی. بریم سراغ سوال بعدی. خب سوال بعدی هم ساده است، چیز خاصی نداره. اینجا نکن اول یه طرفین وسطین بکنید از این، اگه من برای اینکه حالا کارمون زودتر انجام بشه طرفین وسطین بکنم کوسینوس ایکس میشه منفی 1/3. طرفین وسطین که بکنم کوسینوس ایکس میشه منفی 1/3. خودش هم گفته سینوس منفیه، یعنی سینوس ایکس گفته منفیه، گفته کوسینوس. حالا گفته حاصل این چی میشه؟ آه من حاصل کوسینوس رو که دارم، خودم گفتم منفی 1/3. بعد سینوس رو میخوام. بچه وقتی کوسینوس رو داشتم چجوری سینوس رو به دست میآوردم؟ اون رابطه سینوس رو برای کوسینوس رو فراموش کنید. از بر بال مثلث قائم الزاویه می نشستم، کوسینوس میشه مجاور به وتر. خب اینجا چی میشه؟ تواندو اینجا میشه رادیکال 8 یعنی از فیثاغورس بری. حالا سینوس میشه چی؟ سینوس آلفا میشه مقابل به وتر، میشه رادیکال 8 تقسیم بر 3، چون گفته سینوس باید کمتر از 0 باشه میشه منفی رادیکال 8/3. این دوتا رو که در هم ضرب بکنی میشه مثبت 2 رادیکال 2/9، گزینه 3. خیلی راحت. آقا هر کدوم از اینا میتونه سوال کنکور باشه، یعنی اصلا سوال کنکور چیز عجیب غریبی نمیخواد داشته باشه. یعنی شما فقط الان اینجا کافی اینه یک طرف این وسطه اینه ساده بکنی، از اینجا کوسینوس به دست میاد منفی 1/3. از اینا که خیلی از بچه ها میدونی چرا اینا مشکل دارن؟ چون اینا یاد گرفتن. چجوری یاد گرفتن؟ اینکه وقتی سینوس رو دارن یا کوسینوس دارن از این رابطه برن، سینوس تواندوی آلفا به علاوه کوسینوس به تواندوی آلفا مساوی با 1. اینو تا بنویسی که کنکور تموم شده که. خب پس سریع چیکار می‌کنی؟ وقتی اینو یادت باشه، وقتی یک نسبت مثلثاتی رو داری و بخوای بقیه رو به دست بیاری، بر بال‌های مثلث قائم الزاویه سوار میشی و اون رو به دست میاری. خب بریم سراغ سوال بعد. سوال بعدم یک نمودار مثلثاتی خیلی خوشگل. اولین کاری که می‌کنید این باید باشه. اولین کاری که می‌کنید باید این رو، این پی رو اینجا ساده کنید. من اینو اگر ساده بکنم چی میشه بچه‌ها؟ میشه اف ایکس میشه آ به علاوه سینوس پی به علاوه بی پی ایکس. خب اینو خواهم مرسد گفتم و توی کانال هم خودم گذاشتم، هم توی کانال کلاس بی کلاس گذاشتم، میتونی نگاه بکنید. اگه بلد نبودید باز اون فیلم های مربوط به چیز رو از سایت بگیرید. منهای سینوس بی پی ایکس. کلن 10-12 تا فرمول فکرم بیشتر نگفتم. اینجا نکن چون پی به علاوه بی بی میشه ناحیه سوم، تو ناحیه سوم سینوس منفیه پس این میشه. حالا دقت بکنید بچه ها، الان اینجا اول بریم سراغ علامت ها. آقا نمودار اینو من بگید، اینجا چون نزولی استاندارد یا غیر استاندارد؟ این میشه غیر استاندارد NS. من به غیر استاندارد میگم NS. وقتی میگفتیم NS یعنی غیر استاندارد نمودار توی سینوس چی میشد؟ مثلا اگه من اینو بگیرم A، اینو بگیرم سینوس BX، A و B علامتشون مخالف هم میشه، یعنی A و B ضربشون میشه چی؟ کمتر از 0 یا مخالف هم باشه. یعنی اگر B مثبت A باید منفی باشه، یا برعکس اگر B منفی A باید مثبت باشه. خب حالا بیایم سراغ اینجا. آقا اینجا نکن چون غیر استاندارده، الان ضریب پشت سینوس X ما میدونیم منفیه، پس B باید چی باشه؟ B باید مثبت باشه. اینو میگیریم مثبت، این B باید مثبت باشه. خب تمام، الان علامت ها رو دونستیم و تمام.
دوره تناوب. بچه‌ها الان ما یکی از اون مجهولایی که داریم همین مجهول بی مال دوره تناوب. من دوره تناوب می‌نویسم، دوره تناوب میشد 2π تقسیم بر ضریب x. ضریب x چیه؟ قدر مطلق ضریب x که میشه bp. از روی شکل دوره تناوب هم چنده؟ 4. پس b میشه چی؟ مثبت منفی 1/2. b میشه مثبت منفی 1/2. حالا بچه ها اون بالا من بهتون گفتم b رو باید چی انتخاب کنیم؟ باید مثبتش رو انتخاب کنیم. پس b میشه مثبت 1/2. این از b. پس من b رو به دست آوردم. حالا a رو میخوام. بچه ها به اینکه a رو به دست بیاریم نیا کن، من بهتون گفتم زمانی که میخواین a رو به دست بیارین یا باید از ماکسیموم مینیموم استفاده کنین یا از نقطه ای استفاده کنید که x و y آن معلومه. اینجا الان اگر من به x بدم 0، y هم میشه منهای 1. خیلی خوب، پس در ضابطه اصلی که با رنگ مورد علاقه همه شما عزیزان که قهوه‌ای هست، من به جای x میذارم 0، به جای y هم میذارم منفی 1، به جای x بذارم 0، سینوس 0 میشه 0. پس نما منهای 1 مساوی با a، منهای 0 از a میشه چند؟ منهای 1. تمام شد. پس a که منهای 1، b هم 1/2، جمعش میشه منهای 1/2. تمام شد رفت. چشم های محمدزاده، بعدش به خاطر شما من میام این رو صورتی ناز میکنم. بیا یه صورتی راحت شدین؟ خب این بنفشه، این صورتیه دیگه. خب خیلی خوب، صورتی چجوری؟ ما صورتی نبود. صورتی کدومه؟ این من صورتی نبود. صورتی کدومه؟ بخش ما صورتی نداریم فکر. صورتی ما داریم؟ این؟ اینه؟ این صورتیه؟ خب اینجا خب نداریم، تا اینجا ما صورتی نداریم. بس آقا بعد. خب سوال بعدی باز نموداریه. اوکی بچه‌ها این نمودار اوکیه؟ خب تعیین علامت آبی مگه شما اسکن از بچه‌ها کلاس خودمون نیستین که 100 بار گفتم که دیگه کشتید ما رو. خب بزنید توی سوال بعدی میگم. اینجا باز خیلی شلوغ خلوص. گوش کن. حالا اینجا نگاه کن. سوال 16. آقا تو سوال 16 نکن اینجا الان اگر دقت بکنید آ ایگرگ میشه آ، باز این در این ضرب کن میشه کوسینوس 3π2 به علاوه بی پی ایکس. 3π2 به علاوه ایکس میشه تو ناحیه چهارم، کوسینوس اونجا مثبته، جنس هم عوض میشه، میشه آ سینوس بی پی ایکس. اصلا این سوال فقط رو حساب همون علامتاش. آقا ما اینجا دوتا مجهول داریم، یکی مجهول دوره تناوب، یکی مجهول ماکسیموم مینیموم. دوره تناوب چنده بچه ها؟ اینجا الان دوره تناوب شکل چنده؟ اینو من بگید دوره تناوب شکل چنده؟ سریع بگید دوره تناوب شکل چنده؟ الان که این باتریش تمام شد. خب دقت بکن، اول اینکه اصلا از روی شکل ما بیایم دوره تناوب رو به دست بیاریم. آقا دوره تناوب از کجا؟ دوره تناوب اینجاست. نکن توی سینوس و کوسینوس دوره تناوب دو تا کله قنده. نکن این یک کله قند، اینم یک کله قند، این میشه دوره تناوب. حالا نکن میگه آقا از اینجا تا اینجا چقدره؟ درسته تا اینجا چقدره؟ خب حالا اینجا دقت بکن، الان اینجا من اگر بیام و حساب بکنم میگم اینجا رو نکنید به این صورت تقسیم میکنم، میگم نگاه کن من چند تا 1 2 3 4 5 5 تا از این نصف قندا دارم. حالا من اسم اینا رو مثلا میذارم نگاه کن خر 5 تا نه دیگه خر که بدش کن x میذارم x 5 تا x شده چند؟ 5 تا x شده 4. طول هر x هم چنده؟ 4/5. طول هر x هم 4/5. خب تا اینجا قبوله؟ بعد بچه ها اینجا طول هر x هم که 4/5 باشه
من دور تناوبم چند تا x داره؟ 1x، 2x، 3x، 4x. پس t دور تناوب من میشه چند؟ 16 پنجم. یک بچه از مدل سوالایی که توی کنکور از بحث نمودارها میاد همینه. این که اصلا بتونی دوره تناوب رو تشخیص بدی. پس دوره تناوب از شکل میشه چی؟ 16 پنجم. خیلی خب، من الان میام اینجا چیکار میکنم؟ میگم 2π تقسیم بر ضریب x که میشه bπ، قدر مطلق ضریب x مساوی با 16 پنجم. پس b میتونه چی باشه؟ الان b میتونه مثبت منفی 5 هشتم باشه، مثبت منفی 5 هشتم. حالا دقت کنید آقا، یک چیز جالب من به شما بگم. الان اینجا میخوایم رو علامت ها این بررسی بکنیم. بچه‌ها نمودار استاندارد یا غیر استاندارد؟ اینو اول من بگین. نمودار استاندارد، نه کن سعودیه. اینجا چون سعودی استاندارده، بهتون گفتم وقتی سعودی بود باید ضریب پشت سینوس با ضریب x هم علامت باشن، یعنی یا هر دوتا مثبت و یا هر دوتا منفی. ما الان اینجا برای آ هیچی نداره، نکن ماکسیموم مینیموم نداده، خودش هم تو گزینه ها برای آ عدد نداده، فقط گفته آقا یا مثبت باشه یا منفی. آقا الان فعلا چون نمودار استاندارده پس باید هر دو هم علامت باشن، یعنی اگر آ رو منفی انتخاب کردی بی هم باید منفی باشه، پس گزینه یک خط میخوره، گزینه چهار هم خط میخوره. نکن باید چی باشن؟ باید هم علامت باشن، یا گزینه دو درسته یا گزینه سه. گزینه سه اصلا بی اشتباهه، گزینه سه هم خط میخوره، پس گزینه سه گزینه دو هست. ببین سوال خوشگل و قشنگی بود. ممکنه که توی کنکور همین سوال تکرار بشه، یعنی واقعا دنبال چیز عجیب غریبی نباشید بچه‌ها، واقعا این رو به جدی. چرا 5 تا نیم کله شد، چرا 6 تا؟ خب بشمار دیگه. اینجا الان خب نه، تا اینجا 4 تا ثانیه نکن، از اینجا تا اینجا رو داده، از اینجا تا اینجا چند تا نیم کله داریم؟ 1 2 3 4 5. این نیم کله بعدی من نمیدونم مقدارش چنده. خب یکی از نکن، خیلی وقتا توی طراح میاد میگه گیر رو روی چی میذاره؟ گیر رو میاد روی همین میذاره، یعنی اینکه آقا بتونی دوره تناوب رو راحت نمیده، دوره تناوب یه جور میده که شما اذیت بشی. اینجا دیگه اذیت میشه. اگه توی گزینه 3 میداد خب نگاه کن خامه محمدزاده، الان آیا محمد میگم خامه محمدزاده، آیا محمدزاده الان دقت بکنید اینجا، خب اگه اینجا چی عدد دیگه ای نداده که بخوام تعیین بکنم، فهمی چی میگم؟ یعنی ماکسیمم اینو اینجا نداده، اگه اون رو میداد باید یه کار میکرد که من یه عدد یه چیزی براش به دست میآوردم. خب حالا دقت بکنید، سوال بعدی میگه اگر تتا یک زاویه‌ای باشه بین 0 تا 2π، کوسینوس این باشه، حاصل سینوس تتا دوم چی میشه؟ بچه دقت بکنید به یک چیزی که الان میخوام بگم. ما اینجا نکن توی مثلثات میخوای موفق باشی باید مثل این کارگاه ها باشی، کارگاهی که سر نخ پیدا میکنن. میگه آقا کوسینوس تتا، نگاه کن تتا رو داده، تتا دوم رو میخواد از کدوم روابط؟ کارگاه. آره از کدوم روابط؟ روابط دو آلفا. روابط دو آلفا چی بود؟ کوسینوس تتا یا کوسینوس دو آلفا مساوی با دو تا، اینجا چون سینوس رو میخواد این رو بعد میسن، دوتا یه در واقع یک منهای دوتا سینوس به توان دوی تتا، بعد از این استفاده نکن کمان رو نصف میکنه، دو تتا رو کرده تتا. حالا اینجا باید چی کار بکنیم؟ اینجا ما کوسینوس تتا رو داریم، تتا دوم رو میخوام. خیلی خوب، همون رو به تتا رو نیسم، میگم کوسینوس تتا، کوسینوس تتا میشه یک منهای دو تا سینوس به توان دوی تتا دوم. نه بر اساس این می‌نویسم. حالا دقت کن، حالا اینجا مگر نگفته کوسینوس تتا مساوی منفی 4 پنجم؟ اینجا به جای میذاره منفی 4 پنجم. حالا از این به دست میاد یه توان دو میگیری و فلان اینا، سینوس تتا دوم میشه یا مثبت 3 رادیکال
ده دهم اینجاش کاری نداریم، اینجا سه یا منفی سه رادیکال ده دهم. خب بچه‌ها به نظر شما کدوم گزینه باید انتخاب کنم؟ هر دو تاش هم هست، هم مثبت سه رادیکال ده دهم هست، هم منفی. نه این اصلش اینجا بود. آقا نگاه کن، دقت بکنید، اینجا من توی این رابطه منفی 4 5 گذاشتم دیگه، خودتون به دست بیارید دیگه، اینجا اعدادو بذارید و فلان اینا، به این میرسید. یا این رو باید انتخاب کنید یا این رو باید انتخاب کنید. بچه ها به نظر هوش بالای شما کدوم رو من باید انتخاب بکنم؟ مثبت سه رادیکال ده دهم یا منفی سه رادیکال ده دهم؟ بگید با توجه به شرایط مسئله من، بگید که باید کدوم رو انتخاب بکنم. بگید دیگه، مثبت. چرا؟ حاصل سینوس تتا چی میشه؟ بگید بقیه بچه هم بگن. خب نگاه کن، مگه نگفته صفر تتا بین صفر تا دو پیه؟ خب تتا دوم بین کجا تا کجاست؟ بین صفر تا پیه، یعنی یا تو ناحیه اول یا تو ناحیه دوم. در ناحیه اول و دوم سینوس مثبته، پس میشه مثبت سه رادیکال ده دهم. اوکی شد؟ الان متوجه شدید؟ شد؟ بله. پس ببینید اصلا سوالا سوال عجیب غریب و سختی نیست. یعنی یاد یک متر اینجوری سوال، یه سوال خوشگله با نمک. خب بریم سوال بعدی. میگه اگر سینوس تتا بر کوسینوس تتا تقسیم بر سینوس تتا منهای کوسینوس تتا مساوی با 3 باشه، حاصل این چی میشه؟ بچه اونجا معلوم تو خیلی راحت، اول طرفین وسطین بکنم. اگر طرفین وسطین بکنید، جمع و تفریقش بکنید و فلان به یک طرف بیارین، اون میشه تانجانت. اینو من طرفین وسطین بکنم، طرفین اینو حتما انجام بدین، این ایده نداره. طرفین وسطین تانجانت تتا شده 2، اینو از این برم برسه تانجانت تتا شده 2. حالا بچه ها نکنید، تانجانت تتا رو دارم، سینوس کوسینوس رو میخوام، بر بال مثلث قائم الزاویه مینشینم آقای صالحی که تعریفش میشه، بله اینجا بعد الان بیاره دیگه، قرار بود بیاره، بله. تانجانت میشه مقابل به وتر، اینجا چی میشه بچه ها؟ مقابل مجاور، بخشید مقابل به مجاور، اینجا میشه رادیکال 5. حالا کوسینوس چی میشه بچه ها؟ کوسینوس تعریفش اینه، یک روی رادیکال 5 ضرب در سینوس که 2 روی رادیکال 5. اینجا اگه حساب بکنید دیگه خیلی راحت میشه چی؟ 14. خب پس نگاه کنید، اونجا اومدیم طرف وسطه این کردیم، تانجات شد این. بچه یادتون باشه، جون مادرتون یادتون باشه، وقتی رفتی نگاه کن اینو، من اینجا جنبندی خوشگلی بکنم، نگاه کن وقتی مثلا میگم این نکته داشت، سینوس تتا رو داری یا یک نسبت مثلثاتی رو داری، کوسینوس تتا رو میخوای، نه کوسینوس تتا رو میخوای، بعد تانجانت تتا رو میخوای یا کوتانجانت تتا رو میخوای، با مثلث برو، بر بال مثلث. حالا اگر سینوس مثلا تتا رو داشتی بعد اومدی و کوسینوس دو تتا رو خواستی یا کوتانجانت یا تانجانت دو تا تتا رو خواستی، تانجانت دو تتا رو خواستی، بر بال روابط دو آلفا، روابط دو آلفا. نگاه کن همین رو بدونی خیلی دیگه تمام بود. خب اینجا اگه دقت بکنید دیگه با همین میتونی نگاه کن، پس اگر نگاه کن کمان ها یکی بود، تتا تتا یا حتی دو تتا دو تتا، کمان ها یکی بود، از مثلث میری. اگه کمان نصف یا دو برابر شده بود میتونی چیکار کنی؟ از روابط دو آلفا بری. بریم سراغ سوال بعدی. سوال خیلی خیلی گلابیه، گفته اگر این که دیگه خودتون حل بکنید، اگر تانجانت تتا کمتر از صفر بعد کوسینوس ضرب در کوتانجانت هم مثبت منفی باشه، دیگه خودتون ببین پیدا بکنید. سوال بعدی سوال 210 هم سوال میگن 210، سوال 20 هم خیلی ساده است، گفته مقدار عرضم بزرگشو این چی میشه، این که خیلی ساده. بعد این هم که خیلی ساده است، انتهای کمان منفی اونم که ساده است، چیزی نداره. بعد ببین سراغ سوال 22. خب
گوش کن، سوال 22 اینجا رو دقت بکنید. گفته اگر کوسینوس به علاوه کوتانژانت آلفا تقسیم بر صفر باشه و کوسینوس سه آلفا ضرب در کوتانژانت بزرگتر از صفر باشه، انتهای کمان در کدام گزینه؟ بچه‌ها فعلا این راحت تره، نکن این راحت تره چون بینشون ضربه. بچه‌ها گفته کوسینوس ضرب در کوتانژانت مثبت، پس هم علامتند، یعنی یا مثبتن یا حتی یا منفی. اینجا چون گفته جمع این دوتا کمتر از صفره، پس نتیجه میگیرم هر دو منفی. تو کدوم ناحیه است که هم کوسینوس منفی هم کوتانژان؟ ناحیه دوم میشه گزینه دو. این سال ممکن بود شما یکم به چالش بکشه دیگه، من براتون حلش کردم. اوکی بچه ها؟ کدومو؟ اینجا اومدم نگاه کنید، گفته که کوسینوس ضرب در کوتانژانت بزرگتر از صفره، دو عدد کیت بزرگتر از صفر میشن، یعنی ضربشون زمانی که یا هر دو مثبت باشه یا هر دو منفی، یعنی ما میفهمیم که هم علامتند. حالا که هم علامت هستن یا هر دو مثبت یا هر دو منفی، اینجا بعد نگاه کنید تو این قسمت گفته جمعشون کمتر از صفره، دو تا عددی که جمعشون کمتر از صفر باشه کی میشه کمتر از، یعنی هر دوتاش باید منفی باشه. تو کدوم ناحیه هر دوتا منفی هستن؟ تو ناحیه دومه که هر دو منفی هستن. خب آقا ببین سوال بعدی، باز سوال بعدی همون مثل اون سوالیه که اون بالا حلش کردیم، یعنی شبیه همونه. گفته اگر سینوس 37 درجه 6 دهم باشد، حالا سینوس 16 چی میشه؟ خب ناکن اینجا باز میتونید همون یه سری کارهای عجیب غریب میتونید بکنید، باید باز اینو فکر بکنید. قبول دارم این سوال سنگینه، یعنی شاید به ذهنتون به اون راحتی نرسه. نگاه کن اینجا الان، ولی باید فکر کنید از این سوالا چند تا که حل بکنید این رو بهش میرسید. اینو من پیشنهاد میکنم برای هفته بعد خودتون فکر بکنید، چون الان اینجا ایبی هم فایده نداره. یکم باش کلنجار برید کار بکنید، یه چیزایی از توش در بیارید، ببینید به چی میتونید برسید. من هفته بعد براتون حلش میکنم. حالا نگاه بکنید ببینید چی میشه. خب بریم بعدی. این سوال 24 سوالیه که فعلا نمیتونید حلش بکنید، حالا انشاءالله جلسه بعد باز براتون حلش میکنم. بریم سراغ سوال 25. میگه آقا سوال 25 سوال ساده یه، کار خاصی نمیخواد انجام بدیم. سوال 25 نکن گفته آقا اینو بعد بیاین چیکار بکنید، از اون انتقال ها برید. من انتقال ها باهاتون زیاد کار کردم. نگاه کن اینجا رو من کاری که میتونم بکنم اینه که آقا بیام همین کاری که این گفته رو انجام بدم، یعنی یک محور، یک نمودار سینوس داریم به این شکل، بعد گفته x به علاوه پی دوم، یعنی پی دوم ببر اونور، اگه پی دوم ببرم اونور میشه این، به این شکل نگاه کن یه همچی شکلی میشه. خب بعد گفته چیکار کن؟ منفی دو، یعنی ضرب در دو کن، معکوس کن، یکی هم بیار بالا، معکوس کن، یکی هم بیار بالا، یه همچین شکلی میشه. نه مهم اینه که اینجا توی مبدا مختصات بنشه کدوم گزینه اینجوری میشه، گزینه سه اینجوری میشه. خیلی راحت. اوکی بچه‌ها؟ یا حتی میتونستین اینجا اینو پی دومو بردارید، مثلا تبدیل بکنید کوسینوس و فلان اینا، بازم فرق نمیکنه. اون فکر کنم ساده‌تر بود. یعنی اگه می گفتید سینوس پی دوم به علاوه ایکس میشه چی؟ میشه کوسینوس، میشه مثبت کوسینوس ایکس و فلان و اینا. خب بریم سراغ بعدی، ولی اینجوری درست تر. بریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی سوال خیلی مهم، سوال خیلی مهم. ببینید بچه‌ها تو بحث این تو بحث معادلات مثلثاتیه، دقت بکنید اینو من براتون حل بکنم. میگه آقا ما این نمودار آبیه چیه؟ نمودار اینه. میخوایم ببینیم این نگاه کن با این خط ایگرگ مساوی با یک برخورد داشته. سوال رو دقت بکنید. الان ممکنه یه سریاتون با خودتون میخواهی تا اینکه ساده است. میگم یعنی چی؟ میگه میایم چیکار میکنیم؟ 13 پی ششم رو داخل این جایگذاری میکنیم، 7 پی سوم رو داخلش جایگذاری میکنیم، 5 پی سوم رو
داخلش شده گذاری میکنیم 19 پیش ما هم داخلش شده، هر کدوم که شد یک همون میشه گزینه درست. بعد اینجا همه شون رو بذاری درسته، یعنی همه شون یکه. خب دقت بکنید، الان میگه من میخوام کجا رو پیدا کنم؟ دو تا سینوس در دو ایکس منهای پی شیشم، میخوام ببینم کجا مساوی با یک میشه. خب این دو میره اون زیر، پس سینوس دو ایکس منهای پی شیشم مساوی با یک دوم. یه معادله مثلثاتیه. من این معادله مثلثاتی رو بچه چجوری حلش میکنم؟ میگم که آقا بیا اینو این کار انجام بده. حالا شما باز تو مدارس مختلف هستی، ممکن روش مختلفی برید، حالا هر جوری که دوست داری اینو حل کن، ولی اینو باید حل کنی. اون بچه هایی که با من کلاس دارن اینجوری حل میکنن، میگن آقا سینوس یکی اینجا میشه یک دوم، یکی اینجا میشه یک دوم. بعد به این میگفتیم یک عقربه یک سر، اینم این در واقع دو تا یک سره. من اگه برای این بنویسم میشه 2x منهای پی شیشم مساوی با دو کاپی به علاوه پی شیشم، دو کاپی به علاوه پی شیشم. اگه برای این پایینه بنویسم میشه دو ایکس منهای پی شیشم مساوی با دو کاپی به علاوه پنج پی شیشم. این که تا اینجا. حالا بالایی رو ساده بکنم، ایکس میشه کاپی به علاوه پی شیشم، پایینی چی میشه؟ اینو خودتون انجام بدید. x میشه کاپی به علاوه پی دوم. بچه ها دقت بکنید اینجا چی رو میخواد؟ نکن ما چی رو پیدا کردیم؟ اینا این جواب ها چی هن؟ اینا میگه آقا اگر شما به کا عدد بدی، مثلا یک بدی، دو بدی، سه بدی، بعد میگه آقا کجا این دو ایگرگ مساوی با دو تا سینوس فلان ارتفاعش میشه یک. بعد محل برخوردشون پیدا میشه. بچه ما چند تا محل برخورد داریم؟ یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا. ما ششمین جواب رو میخوایم. سوال سوال به شدت مفهومیه. یعنی فکر نکن یه سوال خیلی راحتیه. نه. باید به اینا عدد بدی. باید این عددشو پیدا کنی. به کا عدد بده. به کا بدم صفر. میشه پس اولین جواب میشه پی ششم. از اولین جواب میشه کوچکترین جواب میشه پیشم. به کار نکن تو بالایی بدم صفر میشه پی ششم، تو پایینی بدم صفر میشه پی دوم. پس جواب بعدی چنده؟ پی دومه. حالا به کار میدم یک، جواب بعدی میشه هفت پی ششم، باز اون پایینی میشه سه پی دوم. یا این جواب، این نقطه برخورد اول پی ششمه، بعد دومی پی دوم، هفت پی ششم، یعنی شد چهار تا. باید هم پیدا کنم. باز میشه 13 پی ششم عدد بدم و بعدی میشه 5 پی دوم. خب پس اگر دقت بکنید نکنید الان تو گزینه ها میشه گزینه 3. تو گزینه ها هم 13 پی ششم تو جواب بوده، هم این 5 پی ششم. اگر شما قرار میدادید نمیدونستید کدومه واقعا. خب حالا طراح میتونست چیکار بکنه؟ میتونست هر اینا رو، همه این گزینه رو بذاره، یعنی پیششون بذاره، پی دوم بذاره، هفت پیششون بذاره. بعد شما اونجا دیگه قاطی میکردید کدوم باید بزنید. پس نکنید بچه، باید اینا رو بلد باشید، باید معادله مثلثاتی حل کردن رو بلد باشید. اینجا جواب اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم رو خواسته. همون جواب ممکن انسان به سوال کنکور بابا جواب ششم به ترتیب بنویسید و بگو جواب ششم چند است، جواب پنجم چند است. یعنی اینجوری نیستش که شما یک دفعه ببینید با یک عددی، با یک چیز همینجوری الکی هر دنبیل حلش بکنید. پس اینا رو قشنگ یاد بگیرید که چی به چیه، سوال چجوری میاد، مفاهیم رو یاد بگیرید. خب پس حتما معادلات مثلثات رو دقیق کار بکنید، بدونید چی رو میخواید و الا ماشاءالله. خب بریم سوال بعدی. سوال بعدی که راحت خودتون باید حل بکنید، سوال 28. سوال 28 رو نکنید، هم میتونید عدد بدید و خب چیز سختی هم نداره، من براتون حلش میکنم. میتونید به جای x هم عدد بدید، مثلا اگه بذارید پی چهارم یه بارم بذارید پی سوم، فهم میکنم دو تا عدد باید بدید حداقل. حالا خودتون این کار بکنید، حتما عدد بدید، چون گفته بذارید هر x قابل قبوله
من این عدد بدید که ببینید برابر با کدوم گزینه میشه. من حالا کاری که میکنم بدون عدد گزینه میخوام حلش بکنم، خیلی سختم نیست. من این کار میخوام میگم از فرمولا فراری نشید، اینو در اینها ضرب میکنم. من اگر سینوس دو کوسینوس دو رو ضرب بکنم میشه دو تا سینوس به توان 2 x ضرب در کوسینوس به توان 2 x به علاوه. حالا سینوس دو کوسینوس دو رو در تانژان دو ضرب بکنم، اگه تانژان دو تعریفش نیست سینوس با کوسینوس دو، اون کوسینوس دو مخرج با این کوسینوس دو در واقع خط میخوره، میشه چی؟ میشه سینوس به توان 2 x، باز اون در اون ضرب میشه، میشه چی؟ کوسینوس به توان ببخشید 4 x علاوه کوسینوس به توان 4 x. چرا؟ نگاه کن الان سینوس به توان 2 در کوسینوس به توان 2 ضرب داره سینوس به توان 2 x ضرب در کوسینوس به توان 2 x. الان نگاه کن اینجا این کوسینوس 2 با این کوسینوس 2 خط میخوره، سینوس 2 در سینوس 2 میشه کوسینوس به توان 4. الان این رو داریم. آقا میگم جلسه قبل من بهت گفتم سینوس 4 به علاوه کوسینوس 4 میشه یک منهای دو تا سینوس به توان 2 x کوسینوس به توان 2 x. حالا نگاه کن اینجا الان این با این خط میخوره، کلا میمونه یک، گزینه 4. پس روابطی رو که گفتم بلد باشین. نگاه کن یه چند تا رابطه گفتم، زیادم نگفتم، چند تا رابطه گفتم، همش تو تست داره تکرار میشه، همش داره تکرار میشه. همون اصلا چیز دیگه ای دیدین شما از غیر از اونها، همش داره به همونها حل میشه. اوکیه؟ خب بریم سراغ بعدی. خب بریم سراغ این. حالا اینجا نگاه کن، باز اینجا آقا من بهت گفتم کوسینوس دو منهای سینوس دو میشه کوسینوس دو آلفا، کوسینوس دو آلفا. خب حالا اینجا دقت کن آقا، کوتانژانت به علاوه تانژانت، من چند تا رابطه بهت گفتم، گفتم تانژانت به علاوه کوتانژانت، الان بالا گفتم اینو، اینجا هم دوباره من تکرار کنم، تانژانت نکن، تانژانت آلفا به علاوه کوتانژانت آلفا، یا میتونی بنویسی یک روی سینوس آلفا ضرب در کوسینوس آلفا، یا هم میتونی بنویسی، بستگی داره کجا کاربرد داشته باشه، یا هم میتونی بنویسی کوتانژانت آلفا به علاوه تانژانت آلفا میشه دو روی سینوس دو آلفا، دو روی سینوس دو آلفا. آقا دو روی سینوس دو آلفا خودش گفته چند؟ خودش گفته دو، پس دو با دو خط میخوره، سینوس دو آلفا میشه یک. بچه سینوس دو آلفا شده یک، دقت بکن سینوس دو آلفا شده یک، کوسینوس دو آلفا میشه چند؟ نکن اینجا دیگه روابط دو آلفا رو نمیخواد بریم اینجا، چون دو آل اینجا نکن، این دو آلفای اینم ببین اینجا دو آلفای، دقت بکن اینجا این دو آلفای، اینم دو آلفای، کماناشون یکیه، نصف کمان نیست. خب این یادتون باشه آقا، زاویه‌ای که سینوسش بشه یک حتما کوسینوسش میشه صفر. چرا؟ چون سینوس به توان دو به علاوه کوسینوس به توان دو میشه یک. پس وقتی سینوس دو شده یک، پس کوسینوسش حتما میشه چند؟ صفر. سلام آقای مایلو. خب اوکی تا اینجا؟ مشکلی که نیست یا هست؟ خب مرسی، ممنون بچه، اوکی شدین؟ نکن پس این روابط کوتانژانت آلفا به علاوه تانژانت آلفا، اینا نکن کوسینوس به توان دو آلفا منهای سینوس به توان، این روابط خیلی مهم میان که باید چیکار کنین؟ بلد باشین. بریم سراغ وقتی نکن الان یادتون باشه، ببینید یادتون هست میگفتیم سینوس به توان دوی خر به علاوه کوسینوس به توان دوی خر، یعنی این خر دوفتش یکیه، شده یک. خب الان اینجا نکن سینوس خره شده یک، پس این کوسینوس حتما میشه چند؟ صفر. الان فهمید شد؟ خیلی خب بریم بعدی. آقا بعدی که سوال روتینه، یعنی جز سوالایی که خیلی ساده است، یعنی ما اصلا اینا رو دیگه یکم حالا بدقلق و طولانی هست ولی سوال ساده، یعنی خب باز اینجا
سینوس سپی دوم میبینه، میفته تو ناحیه سوم، جنس عوض میشه، میشه منفی کوسینوس ایکس. کوسینوس پی دوم به علاوه ایکس، این میشه جنس عوض میشه، میشه منفی سینوس ایکس. حالا اینجا پی به علاوه ایکس میشه تو ناحیه سوم، تو ناحیه کوسینوس منفی، جنس عوض نمیشه، میشه منفی کوسینوس ایکس. اینجا سه پی منهای ایکس میشه تو ناحیه دوم، تو ناحیه دوم سینوس مثبته، میشه سینوس ایکس. اینو اگه من مرتبش بکنم به این شکل میشه، بالا میشه کوسینوس ایکس منهای دو تا سینوس ایکس تقسیم بر سه تا کوسینوس ایکس به علاوه سینوس ایکس. خب دقت بکنید، گفته این مساوی با چند؟ مساوی با منفی 6 دهم، که حالا ضرب میشه منفی 6 دهم. خب حالا بچه ها از ما چی میخواد؟ دقت بکنید، میگه تانژانت 7 پی دوم، 7 پی دوم به علاوه ایکس. آقا 7 پی دوم کجاست؟ من اگه یادتون باشه گفته بودم برای اینکه 7 پی دوم ببینید بالا یا پایین، نکن 7 پی دوم، ما میدونیم پی دوم بالا، 3 پی دوم پایین. برای اینکه ببینیم 7 پی دوم بالاست یا پایین، 7 رو بر دو برابر مخرج که اینجا دو برابر میشه 4 تقسیم کن، یه 4 تا 4 تا باقی مانده میشه 3. یعنی من به جای 7 پی دوم میذارم 3، میشه 3 پی دوم. خب میشه کوتانژانت x، حالا 3 پی دوم برای x میشه ناحیه 4 که میشه منفی کوتانژانت x، منفی کوتانژانت. یعنی سوال از ما کوتانژانت میخواد، سوال از ما چی میخواد؟ کوتانژانت میخواد. خب بچه ها اینجا اگر ببینید، اینجا همش بر حسب سینوس کوسینوسه. از ما سوال چی میخواد؟ از ما سوال کوتانژانت رو میخواد. برای اینکه از اینا به اینو یاد بگید بچه ها، ممکن همین امسال سوال کنکور باشه، ممکنه همین امسال سوال کنکور باشه. چرا؟ چون این قابل اومدن هست. حالا میخوایم نکن کوتانژانت از توش در بیاد. برای اینکه کوتانژانت در بیاد، تک تک اینا رو تقسیم میکنیم بر کوسینوس. مگر بر عرضم بزرگشون سینوس، اگه من اینا رو بر سینوس تقسیم بکنم، اینجا کوسینوس تقسیم بر سینوس میشه کوتانژانت ایکس منهای دو تقسیم بر سه تا کوتانژانت ایکس به علاوه یک مساوی با منفی 6 دهم. اینو اگه دیگه طرف این وسطه این بکنین و کاراش انجام بدید، کوتانژانتتون در میاد منفی 1 چهارم. نگون سوال قبول دارن، سوال یه مقدار سنگینی است، ولی اینا که طرف این وسطه این بکنید این به دست میاد. حتما بچه‌ها اینا جزء سوالاییه که هر سال، اینو یادتون باشه هر سال تو کنکور 4 تا سوال از مثلثات داریم. یکی از سوالایی که میاد از مفاهیم میاد، همین که جنس عوض میشه، نمیدونم سینوس فلان چی میشه فلان، اینا رو مسلط باشین، یاد داشته باشین که اونجا به مشکل بر نخورین. خب بریم سراغ بعدی. اوکی بچه‌ها، خب بریم سراغ بعدی. میگه آقا اگر سینوس آلفا بین 30 تا 90 تغییر بکنه دیگه، تا یه جای خوبی برسیم هم ازد، الان 50 خورده سواله، الان 30 و 31 شو حل کردیم، بذارین تا آخر بگم دیگه، یکم تحمل بکنید که بگم. خب دقت بکنید، آیا معذب من اون مشکلی که اون هفته خیلی میشه، الان ساعت چنده؟ ساعت 6 و نیم شروع کردیم، ها 6 و نیم، حالا تا ساعت 8 بذارین بگم بعدش دیگه اوکی میکنم. حالا اینجا دقت بکنید، میگه آس یه سری سوال هست، اینا مال تقریبا میشه گفت مال دوران دهمتونه دیگه. میگفت مثلا آلفا بین 30 تا 90، سینوس آلفا هم میشه 2 منهای 1، حالا عضو ام رو به دست بیاری. این دیگه ساده است. نگاه کن مثلا اینجا الان اگر دقت بکنید، میگه این دایره مثلثاتی رو رسم میکنید. آره بعد باز خب اینجا دقت بکنید، اینجا الان به این شکل من اگر بیام سینوس، نگاه کن اینجا سینوس، اینجا 1 2، نگاه من یادتون باشه من یکم با این دایره مثلثاتی باهاتون بازی بکنیم، با دایره مثلثاتی نگاه کن، تو دایره مثلثاتی هر جایی که وای میستی، یعنی روی دایره، روی دایره هر جایی که وای میستی، اون چی شد؟ خب دقت بکنید، اینو لباسمو میگیره. خب اینجا نگاه کن، این عرضی رو که میبینم
این میشه سینوس، این میشه کوسینوس اون زاویه و این ارتفاع میشه چی؟ سینوس. این چون محور سینوس ها هست و این محور کوسینوس ها. خب دقت بکنید الان اینجا حتما با دایره مثلث کار بکنید. سینوس سی، بچه تو سینوس سی چه ارتفاعی میبینم؟ یک دوم. حالا میرم جلو تو سینوس 90 چه ارتفاعی میبینم؟ یک. پس ارتفاع من از اینجاست، نگاه کن ارتفاع من از کجا تا کجا تغییر میکنه؟ اینجا از یک دوم، یعنی سینوس من توی این زاویه سی تا 90 از کجا تغییر میکنه؟ سینوس آلفا میشه از یک دوم باز تا یک. خب حالا تعریف سینوس اینجا خودش گفته دو منهای یک چهارم بگیر، دو منهای یک چهارم بزرگتر از یک دوم کمتر مساوی یک. حالا اینو که من قبلا دیگه شبیه خیلی براتون که این آماده دو طرف است، از این خطیه تعریف ضرب در چهار میکنی یک اون ولی اون ور فلان اینها، نمیدونم دیگه کدوم گزینه میشه، خودتون گزینه سه میشه، پس گزینه سه میشه. اینو دیگه حلش بکنید به گزینه سه برسید. زمانی که بچه ها پس اینجوری میگه آقا یه زاویه داریم بین یک عددی تا یه عددی تغییر میکنه، بیارید توی دایره مثلثاتی. البته یک چیز راحتری هم باز من به شما بگم، اونایی که با دایره مثلثاتی قهر هستین و نمیفهمینش، این رو بکشین نمودار اینجوری رو بکشین، بگین آقا الان نکن سی کجاست؟ اینجا، اینجا میشه چند؟ یک دوم. بعد اینجا هم 90، از اینجا وقتی میره چه از چه ارتفاعی تا چه ارتفاعی میره؟ اینجا میشه از یک دوم تا یک. هم میشه من برای بچه‌ای که تازه کارن من میگم از این برین راحت ترین، این یک مقداری شاید برای شما مشکل ساز باشه، ولی خب در صورت حرفه‌ای تر بعد اینه که این رو یاد بگیرید. حالا من از هر توش هم بهتون گفتم. خب سوال بعدی سوال ساده ایه، بعد خودتون حل بکنید، جوابش هم هست توی گزینه ها، توی چیز بهتون میدم. حالا اینجا گفته آقا این با کدوم برابره؟ اینجا دقت بکنید، این که میشه یک، این که هیچ، این که میشه چی؟ منفی کوسینوس دو آلفا. خب بعد این چی میشه؟ اینو به توان دو برسونم میشه سینوس به توان دو آلفا به علاوه کوسینوس به توان دو آلفا به علاوه دو تا سینوس اولی در دومی. این میشه یک، میشه یک به علاوه دو تا سینوس کوسینوس، پس اون نمیشه، گزینه 4 هم نمیشه، گزینه 3 میشه. گزینه 3 رو اگه اینو به توان دو برسونید دقیقاً مساوی با اون میشه، میشه گزینه 3. خب به سوال بعدی، سوال خوشگل نازیه این سوال بعدی. آقا نگاه کن میگه در دایره مثلثاتی مستطیلی به مساحت یک واحد محاط شده است. نگاه کن من یک دایره مثلثاتی به این شکل در نظر میگیرم، بعد میام اینجا یک مستطیل به این شکل محاط شده. خب حالا اینجا رو دقت بکنید، من مثلا اینجا رو میگیرم چی؟ این یه زاویه تتا باشه. خب اینجا بچه این چی میشه؟ این ارتفاع میشه سینوس تتا. خب بعد اینجا میشه چی؟ این عرض میشه کوسینوس تتا. همینو که بنویسی دیگه تمام، درسته؟ همینو که بنویسی تمام. الان شما با خود میگه چرا زاویه رو اینجا نگرفتی؟ مثلا با خود میگن چرا اینجا نگرفتی؟ خب اینجا که نمیشه، چرا؟ چون این زاویه بعد به اون دایره مثلثاتی برخورد بکنه. در کدوم ناحیه برخورد میکنه؟ در این ناحیه برخورد، فقط اینجاست که برخورد. خب حالا میام میگه چی؟ میگه مستطیل ما مساحت، بچه ها مساحت این چی میشه؟ میشه طول ضرب در عرض. ببین الان اینجا این دو تا اینو کن، تا اینجا، تا اینجا که الان میخوام بنفشش کنم به قول بچه ها، تا اینجا نکن، ما تا اینجا میدونیم چی میشه؟ سینوس. از اونجا تا اینجا میشه چی؟ دو تا سینوس. پس مساحت میشه دو تا سینوس تتا ضرب در دو تا کوسینوس تتا که میشه چهار تا سینوس تتا در کوسینوس تتا. چهار تا سینوس در کوسینوس، چهار تا سینوس در کوسینوس که میشه چند؟ شده یک. خودش گفته دیگه در دایره مثلث مستطیلی به مساحت یک واحد محاط شده است. شکلش مهم نیست، حالا شما هر جور خواستین بکشین مستطیل رو، من اینجور کشیدم دیگه. فقط مهمه که
طول و عرضش رو برای سینوس کوسینوس به دست بیاریم. کجاشو نفهمید یعنی؟ خودشون یه دایره مثلثاتی داریم، گفته یک مستطیل توی محاد شده. حالا شما میتونستین یه جور دیگه بکشید. میتونستین اینجوری بکشید. من چجوری بکشم؟ میتونستم اینجوری بکشم. یعنی ارتفاعشو کمتر بگیرم، اینو اینجوری بکشم. نه اون خارج کردم، اون حواسم دارم، یعنی بد کشیدم. خب حالا این از این قسمت اس رو داریم. بچه ها چی رو میخواییم؟ الان یه چیز جالبه میخوام به شما بگم. حالا مساحت و محیط رو اینو میخوام. محیط با مثلا با من فارسی بینیستم محیط که قاطی نکنید. محیط، محیطش میشه چی؟ میشه چهار تا سینوس سار. خیلی قشنگیه بعدوی کسینوس توت. آخ آخ این نصف نه کلا محیط رو میخواییم. خب این چرا دو کوسینوس نگرفتید؟ نصف شکل رو میخواییم. کجا دو کوسینوس؟ خب چرا دیگه دو تا کوسینوس گرفتم؟ اینجا رو کن مساحت میشه چی؟ مساحت الان اینجا میشه دو تا کوسینوس ضرب در دو تا سینوس میشه چهار تا سینوس در کوسینوس. این میشه مساحت. قبول دارین؟ اوکی یا نه؟ آره خیلی. حالا بچه ها الان من این رو میخوام ببین چی دارم. اینو ببین چی دارم، چقدر خوشگل. نکن ضرب اینا رو دارم، اینا سینوس در کوسینوس، این چارم بر اونور میشه یک چارم. ضربشون رو دارم، جمعشون رو میخوام. حالا اون رابطه که گفتم یک به علاوه دو تا پی مساوی با اس دو، یک به علاوه دو پی مساوی با اس دو. نیا کن یک به علاوه دو پی، چرا به علاوه گذاشتم؟ چون اینجا این وسط این مثبته. این دفعه نیا کن ما دفعه قبل اس رو داشتیم، پی رو میخواستیم. حالا اینجا پی رو دارن. نیا کن این یک چهار برومه میشه یک چهارم، پی یک چهارمه. ببین باید بدونی چه روابطی رو استفاده بکنی. خب یک چهارم ضرب در دو یک دوم، به علاوه یک میشه سه دوم، اس دو میشه سه دوم، اس میشه چی؟ میشه رادیکال سه دوم، چون مساحت دیگه منفیش هم قرار نمیدیم. خب بعد ضرب اینا جمعشونه، این الان این شده رادیکال سه دوم. حالا ضرب در چهار بکنیم میشه چهار تا رادیکال سه دوم که میشه دو تا رادیکال شیش. اون رابطه ای که گفتم بچه این رابطه کولاک میکنه، این رابطه قوقا میکنه، این رو یاد بگیر. یک به علاوه دو پی مساوی با اس دو، یک یا یک منهای دو پی مساوی با اس دو، همه جا به کار برده میشه. اس رو داشته باشیم پیش رو به دست میاریم، پیش رو داشته باشیم اس رو به دست میاریم. اینو حتما حتما یاد بگیر. خب اوکی یا نه؟ فهمیدین چی شد؟ سوال به این خوشگلی. بریم بعدی. آقا این نکن بچه این روابط برای شما آشنا نیست؟ اگه نگی خاک بر سرت کنم واقعا. این آشنا نیست؟ این چیه؟ بگو دیگه سری. روابط دشمن نه، دوست. روابط دوسته. روابط خب دوست کوتانژانت کوسینوس توان دو، دوست تانژانت به علاوه سینوس به توان دو. خب اینم که میشه یک گلابی. رابطه دوسته، دوست و دشمن. اوکی بلد باشی بچه، بلد باشی با چشم حل میکنی. خب بریم بعدی. آقا اینجا که من فعلا روی این که چیزی ندارم، میام روی این، روی این کوتانژانت، روی این کوتانژانت، کوتانژانت رو باز میکنم. کوتانژانت رو باز کنم میشه کس... قبلی چی؟ ها بازش بکنم میشه کوسینوس به سینوس. نگاه کن الان من میشه یک به علاوه کوسینوس آلفا روی سینوس به توان سه آلفا، ضرب در یک منهای کوسینوس آلفا به روی سینوس آلفا. خب اینجا دقت بکنید. حالا این دوتا رو در هم نکن، اتحاد مزدوجه، در هم ضرب بکنم میشه یک منهای کوسینوس به توان دو آلفا، پایین میشه
سینوس به توان 4 آلفا. آقا یک منهای کوسینوس تو میشه سینوس تو. پای میشه چی؟ سینوس میشه با این خط میخوره میشه یک روی سینوس به توان 2 آلفا. بچه من یه جمله ای بهتون گفته بودم، هر جا یک روی سینوس به توان 2 دیدی، هر جا یک روی سینوس به توان 2 دیدی چیشو بنویس؟ هر جا یک روی سینوس به توان 2 دیدی چیشو بنویس؟ دشمنشو بنویس. آقا دشمن این رو میخواستی بنویسی، دشمن دیر این رو نداره که بیاد جلوی خودش دشمنش رو ببینه. پس چون سینوس پایینه، دشمن سینوس کوتانژانته. کوتانژانت بعد بالا بنویسم، یک به علاوه کوتانژانت به توان 2. آقا چی میخوای دیگه؟ خیلی از بچه ها، خیلی از معلم دیش خواهم کنن، میگن آقا اینا رو عدد بده. خب دیوانه، تو اگه به این عدد بدی، دو ساعت به این عدد بدی، به این عدد بدی، به این عدد، او ولش کن. چهار تا تست خودشون میارن میگن عدد بده. تو باید بلد باشی. بعد الان من نکن خدا وکیلی اصلا رابطه جدید به شما گفتم، هم با همه همون رابطی گفتم همه دارم حلش میکنم، کلن 10 تا رابطه گفتم یا نگفتم همون رو با همه اونا دارم حلش میکنم. ها توی چه درسی؟ توی ریاضی دیگه. حالا دیگه من حرفی ندارم. خب فیزیک وجه است بله دیگه. حالا ما نمیدونیم دیگه، ما که نمیدونیم. اون مجسمه سومیه کنون خواهی تو سرتون، او بالا، او داره درس میخونه، به جای اینکه اینجا نگاه کنیم اونجا رو نگاه میکنه. خب اوکی بچه ها، الان شما اینجا عدد بدنای ثانیه، شما که متخصص هستین تو عدد گذاشتن، این که میگید میشه، واقعا نمیشه، این نمیشه عدد. خب به این سراغ بعدی. آقا این سال بعدی که چرت و پرت ساده است، گفته کجا مثبت کجا منفی فلان، هش شد. خب حالا چه عجله ای دارین؟ خیلی این هم حل کنیم بعد بشه. ها من بعد عکسشو میگیرم بعد بزن. بچه چیزی هم نمونده، بذارینم چند تا مونده. خیلی حالا سال بعدی سنگین میشه، بذارین این چیز رو بگم، بذارین سال یک دو تا سال یکی اینو حلش بکنم. ها بچه‌تون تو گازه، الان اینو بذارین حلش بکنم، یک دونه دیگه هم حلش بکنم، بعدش هم تموم. همین دو تا دیگه، چیزی هم زیادی هم نمونده. آقا نگاه کن اینجا بچه‌ها، نگاه کن ما یه مجهول دور تناوب داریم، یه مجهول این پشت در واقع ماکسیموم مینیموم داریم. الان اینجا دقت بکنید، دوره تناوب این اینجاست، نگاه کن. خب این دوره تناوب از اینجا تا اینجا 8/3، اینجا بچه‌ها چند میشه؟ 4/3. پس دوره تناوب ما 4/3. حالا دوره تناوب رو میام به دست میاریم از روی ضابطه، میشه 2π تقسیم بر قدر مطلق ضریب x مساوی با 4/3. بچه ها بی چی میشه؟ بی میشه مثبت منفیه چند؟ حتی اینجا چون کوسینوسه، من قبلا هم بهتون گفتم چون کوسینوسه قدر مطلق مهم نیست برای به دست آوردن ضریب قدر مطلق، چون کوسینوسه این قدر مطلق اینجا مهم نیست، پس بی میشه چند؟ 3/2. اوکی تا اینجا؟ این بی میشه 3/2. حالا بچه ها رو میخواییم، میگیم مینیموم اینجا الان نمودار استاندارد کوسینوس یا نیست؟ نمودار کوسینوس الان اینجا استاندارد یا نیست؟ به من بگید. نمودار اینجا چون قله داریم استاندارده، چون استاندارده پس ضریب کوسینوس باید چه چیزی نمودار کوسینوس رو میتونست غیر استاندارد کنه؟ ضریب کوسینوس. اینجا چون ضریب کوسینوس آ مثبت، اینجا استاندارده، پس آ باید مثبت باشه. حالا مینیموم داریم یا ماکسیموم؟ اینجا نکن مینیموم داریم. خب پس میگیم 3 منهای آ قدر مطلق آ باید بشه 0، و چون آ مثبت هست خودش از قدر مطلق میاد بیرون، 3 منهای آ مساوی با 0، پس آ میشه چند؟ 3. حالا از ما چی رو خواسته؟ 3 به علاوه 2 برابر بی که اینم 3 میشه، میشه چند؟ 6. خیلی ساده. نه بی منفی میتونه باشه، ولی کوسینوس منفی خوره،
معذور من گفته بودم برای کوسینوس مهم نیست، چون اگه اینجا بی منفی هم باشه اونو میخوره. آره اون چیزو گذاشتیم کانال. یس آره اوکی یا نه. بعد بهتون گفتم اینجا توی کوسینوس این قدر مطلق مهم نیست، قدر مطلق دور تناوب ها اوکی، اونو حتما دقیق کار بکنید. بریم بعدی، یک دونه سوال دیگه براتون من حل بکنم. خیلی آدم های بی صبری هستین. فقط سوال 43 رو من بیارم، این خیلی ساده است، یعنی چون تکراریه میخوام حلش. اینجا نیا کنید، اینجا میگه آقا کوسینوس سپی دوم میشه، میشه ناحیه سوم، در ناحیه سوم کوسینوس منفی میشه منفی سینوس دو آلفا. بچه اینو بازش کنیم، بازش کن، میشه منفی دو تا سینوس آلفا کوسینوس آلفا. خب حالا دقت بکنید، باز چی رو خواسته نگاه کن، باز ما اس رو داریم، اس رو داریم، چی رو میخوایم؟ پی رو میخوایم. تمام، این اس این پی یه رابطه داشتیم بینشون، یک یک منهای، چون اینجا این وسط اس منفیه ولی اینجا وسط منفی بذاریم، یک منهای دو تا پی مساوی با چند؟ اس دو. خیلی خوب، الان بچه اگر دقت بکنید این خیلی ساده است دیگه، اینجا کل اینو نگاه کن، کل این منهای دو پیه، ببین الان کل این منهای دو پیه، چرا؟ اینجا این آیه دیگه، این پیه دیگه، نگاه کن این پیه، این پیه ضرب در یک منها هم شده، کل این رو من میگیرم چی؟ منهای دو پی، یعنی در اصل من همین رو میخوام، بعد یک بره اونور، پس منهای دو پی میشه استو، استو میشه یک چهارم منهای یک، یک چهارم منهای یک میشه منهای سه چهارم، تمام شد، هیچی نمیخواد. به این نحوه ارزم به حضور شما که چیز نحوه حل سوال خیلی مهمه، این که شما بدونید باید چی کار بکنید. بفهم خواهم مرسد. بفهم اینجا اس من نفهمیدم، اینجا اس شامل جمع، بله اس شامل جمع، اگه نگاه کن اگه این این وسطشون منفی بود، نه وسط اس منفی بود، شما دو تا فرمول داشتید دیگه، وسط این یک منهای دو پی منفی میشه، اگه اون وسط مثبت بود وسط این مثبت میشه، منفی بود منفی، اوکی از این فرمول منفیش استفاده میکنیم، مثبت مثبتش استفاده، اس میشه همون یا سینوس آلفا برای کوسینوس آلفا یا سینوس آلفا منهای سینوس آلفا میشه اس، اس میگیریم اون من. آره اگر منفی باشه نه من یه، این چون خیلی مهمه بچه‌ها، خیلی توی کنکور توی سوالا اینو میبینید و خیلی از بچه‌ها بعد این رو یاد میگیرن، یه بار دیگه میگم نگاه کن، من وقتی سینوس آلفا مثبت منفی کوسینوس آلفا رو دارم و سینوس آلفا ضرب در کوسینوس آلفا رو میخوام یا برعکس فرق نمیکنه، ما این من بهم میگم کلا بهم میگم اس، نه یک بار دیگه دقت بکن، من بهم کلا میگم اس، اینو میگیرم اس، اینو میگیرم اس، اینو میگیرم پی، اینو میگیرم پی. خب این اوکیه تا اینجا. حالا میگم یک مثبت منفی دو پی مساوی با اس دو، رابطه بین این دوتا امروز هم کلی ازش استفاده کردیم، اگه مثبت باشه یا اگه اینجا مثبت باشه این میشه مثبت، اگه اینجا منفی باشه این میشه منفی. اوکی اینو حتما یه اسکرین شات خوشگل بگیر، خیلی کاربردیه، به جان خودم میری سر جلسه کنکور میاد دعا میکنی، این چون واقعا مهمه، خیلی ها میان یه سری روابط خیلی عجیب غریبی حفظ میکنن، این یک مثبت منفی دو پی مساوی با اس دو. خیلی خوب، شالا که حالا اینجا اصلا براتون مفید بوده باشه. آقای استاد چه کنید؟ جلسه بعدم انشاءالله من باز مثلثات رو کنم، حتی از این جزوه که خیلی کم مونده زیاد نمونده، به حال همیناش هم باز کار میکنیم و بعد از اون
هفته بعدش میرین سراغ مشتق. بچه هم که فردا با ما کلاس دارن انشاءالله حد رو شروع میکنیم و تمومش میکنیم یک سری از قسمت ها رو. انشاءالله که موفق باشین. خدا الان براتون میارم. آقا این نکن این چجوری رو میبینی تو با اون چشمات؟ من بیارم این جلو، بیارم جلو. آیه چیز بیا این نکن. یه آدمه میبینی یا نه؟ اینجوری یه آدمه داره کتاب میخونه. اوکی؟ اوکی؟ خیلی بله. کلش دستش داره کتاب میخونه. آه دیگه این مفهومشو من نمیدونم دیگه. بله خیلی خوب. انشاءالله که ما کدوم خانم مرسده کدوم جزوه؟ جزوه چیزا عرضم بزرگ شما که بله توی چیز برین جزوه مثلثات که فقط فرمولا رو گفتم. بله بله. حالا شما توی گروه توی چیز به من پیام بدین. خیلی پرسپولیس آقای سالم. آقای سالم کلا فوتبال نگاه نمی‌کنم ولی امروز مثلا دیدن شما خیلی پیگیرین گفتن که ببینیم فوتبال چیه. فکر شما بکنین جواد مثلا خیابانی رو نمی‌دونه. میگم گزارشگر کیه؟ میگه نمی‌دونم. بعد میگم میگم جواد خیابانیه. میگم آقای سالم شما جواد خیابانی من نمی‌شناسید. میگه من اصلا فوتبال نمی‌دونم. پس میگم چی پرسپولیسون؟ اصلا یه گوزای ما داریم اینجا. اصلا نباشین واقعا. خیلی خوب. شما که موفق باشین. اونایی که فردا ما کلاس دارن میبینمشون. میبینمتون. خدا حافظ شما.